مالی هستم، ساکن نروژ، حدود 3 سال و نیمه که از ایران خارج شدم. در ایران در رشته حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل کردم. به عنوان کسی که 4 سال در دانشگاه ایران تحصیل کردم میتونم بگم که دانشگاه واقعا اون چیزی نبود که انتظارش رو داشتم. قبل از اینکه وارد دانشگاه بشی، محصلی در دبیرستان، فکر میکنی که زمانی که وارد دانشگاه میشی با یک محیط بازتر، با یک محیطی که تو میتونی افکار مختلف رو ببینی، بشنوی، در مورد نظریات خودت به راحتی صحبت کنی، اما اصلا همچنین چیزی رو نمیبینی در دانشگاه. خیلی راحت از همون ابتدا میبینی که دانشگاه رو یه عده خاص دارن تحت کنترل گرفتن و کاملا دارن تک تک رفتار دانشجویان رو زیر نظر دارن. به عنوان مثال پوشش دانشجویان به شدت کنترل میشه، باید دقیقا بر طبق خواست در واقع حکومت باشه. رفتار دانشجویان، فرزند دانشجوی دختر پسر به راحتی نمیتونن بشینن با هم یک کار تحقیقی انجام بدن، صحبت کنن، دائما بهشون تذکر داده میشه. یا فرزند نشریاتی که توی دانشگاه هست، نشریات خیلی خاص، مثلا خودم به عنوان مثال یادم میاد که انجمن اسلامی داشتیم، جامعه اسلامی داشتیم، نهاد رهبری داشتیم. اینا همه در واقع انجمنهای مختلفی بود که توی دانشگاه بود و کاملا ید بسیجی و افراد در واقع خود حکومت توی اون مشغول فعالیت بودن. نشریه هایی که میدادن بیرون نشریه های خودشون بود، بقیه اصلا قدرت مانور نداشتن و خیلی راحت اگر هم میخواستن که کسی نظرش رو بگه یا در واقع یک حرف تازه‌ای بزنه، حتما به حراست دانشگاه احضار میشد و ازش بازجویی میشد، بهش تذکر داده میشد و شاید در شرایط خیلی بدتر هم حتی تعلیق بهش میخورد، اخراج میشد. اینا رو با چشم خودم واقعا توی دانشگاه دیدم و تجربه کردم. 16 آذر یادآور ایستادگی و مقاومت دانشگاه در برابر ظلم و ستم دستگاه حکومت بوده همیشه و اینکه از 16 آذر 1332 این روز سمبولی شد برای نشون دادن مقاومت دانشجویان در برابر دیکتاتورهای زمان. و همطور که می‌دونیم در بسیاری از انقلاب‌ها این قشر جوان و تحصیل کرده و دانشجوی هر کشوری بودند که در واقع پیشگام مبارزه شدند و شعله‌های آتش رو در واقع برای اولین بار برافروختند. کسی که در زمان واقعی کوی دانشگاه تهران در 18 تیر ماه خودم دانشجو بودم، در زمان میتونم از فضایی که دانشگاه داشت در مشهد این مقدار براتون در واقع تعریف کنم. و این بودش که یادم میاد دقیقا صبح روزی که این واقعی اتفاق افتاد، مایی که خوابگاه نبودیم از ماجرا خبر نداشتیم. یادم میاد که زمانی که رفتیم دانشگاه امتحان داشتیم، 19 تیر بود در واقع، و دیدیم که کلی از بچه ها بازو بند مشکی بستن و خیلی چهره ها همه به هم ریخته. از وقتی که پرسیدیم گفتن که کلی از بچه ها در واقع شهید شدن، از بین رفتن توی تهران. و از همونجا بود که اعتراض های بچه ها شروع شد، شروع کردن به تجمع، سرود های در واقع انقلابی رو خوندن، سرود یار دبستانی رو میخوندن، شعار میدادن. و یادم میاد که چقدر رژیم وحشت کرده بود و چقدر سعی میکرد که این رو بپوشونه و خفش بکنه، طوری که توی یکی از این تجمعات یادم میاد که تمام سالن های دانشگاه ما رو فرش کرده بودن، بسیجی ها و حزب‌اللهی ها نشسته بودن زیارتنامه میخوندن و بلندگاه رو گذاشته بودن بیرون که صدای زیارتنامه خوندن اینها بیرون پخش بشه. و در واقع مایی که شعار میدادیم بیرون و در واقع اعتراض میکردیم صدامون خارج از دانشگاه نره و بقیه متوجه نشن.
و چند روز بعدش دوباره دانشگاه مشهد شروع شد. یادم میاد که بچه‌ها رو زندانی کرده بودن توی دانشگاه و اجازه نمیدادن اینا بیان بیرون. به شدت نیروهای سرکوبگر ریخته بودن توی خیابون‌های اطراف دانشگاه، راه‌ها رو بسته بودن، بسیجی‌ها لباس شخصی‌ها با باتوم و هر چیزی که دستشون اومد به بچه‌ها حمله می‌کردن و خیلی از بچه‌ها همزمان دستگیر شدن، خیلی از دانشگاه در واقع اخراج شدن. همواره یادم میاد که رژیم چقدر سد میذاش، کوچکترین حرکت بچه‌ها رو تحت کنترل داشت. زمانی که قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد، یه روز رو به خاطر میارم که فلاحیان اومده بود دانشگاه ما برای سخنرانی و به هیچ وجه اجازه نمیداد که دانشجوها مثلا سوالی ازش بپرسن یا جواب بده. فقط خودش که متکلم وقت اونجا رفته بود نشسته بود و صحبت میکرد. اما یادم میاد که حرکت خیلی قشنگی که بچه‌ها انجام دادن این بودش که عکسای کسایی که به قتل رسیده بودن در قتل‌های زنجیره‌ای به فروهرها، اینها رو عکساشون رو تک به تک دست گرفته بودن، جلوی این قاتل نشسته بودن و بهش میگفتن که تو در واقع مسئول این خون‌ها هستی و شمایی که دستتون به خون اینها آغشته است. و اون هم با کمال وقاحت اونجا نشسته بود، ولی خب از رنگ روش میفهمیدی که چقدر وحشت در درونش نشسته. تجمعات این چنینی زیاد در دانشگاه دیدم، چون اون زمان مثلا با در واقع خاتمی اومده بود با یه سری وعده وعیدهای پوشالی که قرار فضای دانشگاه باز بشه، اما همش در واقع یک جور یک دروغ بزرگ بیشتر نبود، چرا که هدفشون بودش که در واقع بچه هایی که فعالترن رو شناسایی بکنن و اونها رو دستگیر بکنن، از بین ببرنشون یا اینکه مثلا از دانشگاه اخراج بشن. و این در واقع یه ترفند جدید رژیم بودش که میخواست به این وسیله اونهایی که مخالف هستن رو شناسایی کنه و دستگیرشون کنه. شدت از قشر دانشجو و دانشگاه وحشت و هراس داره. خمینی هم از همون ابتدایی که در واقع انقلاب مردمی رو دزدید و به یغما برد، به وضوح و آشکارا دشمنی خودش رو با قشر تحصیل کرده، قشر دانشجو و جوان مملکت ما به اثبات رسوند، با کشتنشون، با از بین بردنشون، با انقلاب فرهنگی. و در واقع چیزی که وجود داره، به شخصه میتونم بگم توی تظاهرات سال 88 هم توی خیابون‌ها ما خیلی عظیمی از دانشجوها و افراد تحصیل کرده و جوان رو می‌دیدیم و خیلی از اونها به شهادت رسیدن، خیلی هاشون دستگیر شدن و در زندان‌ها در واقع از بین رفتن و این چیزی نبود که کسی بتونه اون رو انکار بکنه. به خاطر همین هستش که ما میتونیم بگیم که دانشگاه در واقع مثل یک در واقع آتش زیر خاکستره که همواره مترصد فقط یک جرقه و یک در واقع یک فرصته که این آتیش شعله ور بشه و در واقع پیام دادخواهی مردم رو به تمام دنیا برسونه. و در واقع یادم میاد پیامی که بچه‌ها همیشه روی پلاکارد ها می‌نوشتن و همراه می‌بردن این بودش که دانشگاه نمرده و دانشگاه زنده است و این حقیقته. و به خاطر همینم هم هستش که رژیم به شدت دانشگاه رو تحت کنترل داره و در واقع به شدت از هر کوچکترین حرکتی که بچه‌ها میخوان انجام بدن وحشت میکنه. ما از حصر اقتصادی نمیترسیم، ما از دخالت نظامی نمیترسیم. اون چیزی که ما را میترساند وابستگی فرهنگی است. ما از دانشگاه استعماری میترسیم، ما از دانشگاهی میترسیم که جوانهای ما را اونطور تربیت کنند که خدمت غرب بکنند.
از همینجا درود میفرستم به تک تک دانشجویان آزاده که قلبشون برای آزادی ایران میتپه و در اون راه مبارزه میکنن. به عنوان کسی که در ایران خودم دانشجو بودم میدونم که چقدر خفقان حاکمه بر دانشگاه های ما و چقدر رژیم تک تک دانشجوها رو تحت کنترل داره و واقعا میدونم که چقدر مشکل مبارزه با این رژیم. اما واقعا احساس غرور و افتخار میکنم وقتی که خبرها رو دنبال میکنم و همواره خبرهایی میبینم راجع به قیامهایی که بچه‌ها در سطح دانشگاه‌های مختلف در ایران انجام میدن و از پا نمیشینن، حتی شده با یه اعتراض کوچیک مخالفت خودشون رو نسبت به رژیم و در واقع ظلمی که به مردم میکنه ابراز میکنن و این واقعا باعث افتخار ماست اینجا و امیدوارم که این مقاومت ها، این ایستادگی ها هر چه زودتر به نتیجه برسه که حتما هم چنین خواهد شد.